سلام و درود به همه شما همراهان خوب هویج، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویج. قبل از هر چیز یادتون نره که در صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام عضو بشید که آدرس اونو میتونید در گوشه تصویر مشاهده کنید، فالو کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. می توانید تصور کنید که با یک بسته چیپس و مقداری سس پنیر برای تماشای یک فیلم نشسته اید، در حالی که قرار است اثبات شود انتخاب این میان وعده مخصوص بدترین انتخاب در طول عمر کوتاه رو به پایان شما بوده است. این اتفاق در ماه می رخ داد، هنگامی که یک مرد کالیفرنیایی مقداری سس پنیر که آلوده به سم بوتولینوم بود خورد. او کمی بعد مرد، اما نه قبل از چند هفته رنج بردن از درد. این سم که توسط باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم ترشح می شود، در غذاهای کنسرو شده یافت می شود و هنگامی که دچار مسمومیت غذایی حاد بشوید، نتیجه خوبی در انتظار شما نیست. این تنها یکی از کشنده ترین سم هایی است که می تواند در دوره زندگیمان ما را زمین گیر کند. امروز قرار است که بر کشنده ترین سمومی که بر روی زمین ساکن شده اند تمرکز کنیم. 10 ماده مرگبار. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. شماره 10. سرب. مسلماً سرب برترین چیز موجود نیست، اما مسمومیت با سرب بسیار معمول است. محققان معتقدند که بتوون این گونه مرده است و سازمان سلامت جهانی گفته که در سال 2015 رنگ‌های سربی به تنهایی باعث 500 هزار مرگ در سال شدند. اگر کودکی در معرض رنگ‌های سربی قرار بگیرد، مثلا بر روی یک اسباب بازی آن با همچنین در حجم کم، ممکن است باعث شود کودک تا آخر عمر از آسیب‌های مغزی دائمی رنج ببرد. در حجم بالا، سرب می‌تواند به سیستم عصبی مرکزی حمله کرده و باعث کما یا مرگ شود. در سال جاری یک کودک در نیویورک آمریکا بعد از پوشیدن و طبق گزارشات جویدن یک دستبند دستساز که از یک نمایشگاه صنایع دستی خریداری شده بود مرد. مهره‌های روی این دستبند حاوی مقدار زیادی از سرب بوده است. شماره 9. تترودوتوکسین. مرگ با شام‌های خطرناک در ژاپن یک واقعیت است و مردم گاهی بعد از خوردن یک ماهی بادکنکی که به اسم فوگو شناخته می شود می میرند. این ماهی که توسط تنها سرآشپزهای دارای مدرک خاص آماده می شوند، حاوی سم تترودوتوکسین است که اگر توسط انسان خورده شود می تواند باعث اختلال تنفس، فلجی و مرگ شود. اگر قسمت سمی ماهی اشتباهی خورده شود، اتفاق ناخوشایندی رخ می دهد. سازمان رفاه اجتماعی و سلامت عمومی در توکیو اعلام کرد که در یک بازه زمانی 6.8% کسانی که این ماده را خوردند درگذشتند. هیچ پادزهری برای آن وجود ندارد. پس یا صبر می‌کنید تا سم از بدن خارج شود و یا منتظر مرگ می‌مانید. مجله گاردین گزارش داده که بین سال 2006 تا 2015 10 نفر بعد از خوردن این ماهی مردند، اما بیشتر آنها سعی کرده بودند که خود این غذا را درست کنند. شماره 8. آرسنیک. این سم محبوب در حجم کم باعث مرگ شما نمی شود. البته در سال 2017 گزارش شد که 2 میلیون نفر در آمریکا به دلیل برداشت آب از چاه‌ها در معرض سطح بالایی از آرسنیک قرار گرفتند. در زمانهای قدیم زنان با مالیدن ترکیبی بر روی صورت خود که حاوی آرسنیک بود خود را مسموم می کردند. تمامی اینها به اسم زیبا شدن و داشتن رنگ پوستی روشن‌تر اتفاق می افتاد. در حالی که صحبت می‌کنیم، آرسنیک باعث بروز سرطان در کشورهای در حال توسعه می‌شود. اما دوز کوچکی از این پودر به ظاهر بی‌خطر باعث مرگ شما می‌شود. به همین دلیل است که در قرن 19 در انگلستان در بین قاتلین بسیار محبوب بود. این ماده باعث اسهال و استفراغ می‌شود و اگر میزان کافی از آن را مصرف کرده باشید، بین 2 ساعت تا 2 روز زمان دارید قبل از اینکه بازی برای شما تمام شود. شماره 7. استرکنین. استرکنین یکی دیگر از موادی است که در بسیاری از چیزهایی که می‌خوریم یافت شده است. این ماده در اصل در دانه سمی درخت استریچینوس موجود است و از آنجا ممکن است راهش را به یک کیسه 1 گرمی کوکائین و آفت کش‌ها پیدا کند و یا حتی به آب و غذا سرایت کند. اگر شما مسموم شده باشید، بین 15 تا 60 دقیقه متوجه این موضوع می‌شوید. شما مضطرب می‌شوید، احساس درد عضلانی و تشنج پیدا می‌کنید و اگر دوز آن بالا باشد، از اختلال تنفسی و مرگ مغزی رنج خواهید برد. اگر 12 ساعت دوام بیاورید، ممکن است زنده بمانید. شماره 6. سیانور.
دانشمندان میگویند که سیانور و استرکنین از نظر سمی بودن در یک رده قرار دارند، اما مسلما سیانور آوازه بدتری دارد. این ماده شیمیایی میتواند در گیاهان، باکتری‌ها، قارچ‌ها و همینطور دانه برخی میوه‌ها یافت شود. البته مرگ با دانه سیب تنها زمانی اتفاق می‌افتد که شما 150 دانه له شده سیب را بخورید و همه آنها را به خوبی بجوید. اگر موفق به انجام این کار شدید، در چند لحظه دچار تشنج، ایست تنفس، ایست قلبی و مرگ می شوید. در سال 2012 یک مرد آمریکایی، یک میلیونر وال استریت، با خوردن یک قرص سیانور در دادگاه بعد از 37 ثانیه مرد. شماره 5، سارین. سارین یک گاز عصبی است که در آلمان به عنوان یک آفتکش به وجود آمد. بعدها تبدیل به یک سلاح شیمیایی شد و توسط اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا توسعه پیدا کرد. به عنوان یک سلاح ارتشی باعث مرگ هزاران نفر شده و در سال 1995 در اثر حمله سارین به متروی توکیو 12 نفر مردند. این گاز در حمله عراق به ایران نیز به دفعات مورد استفاده قرار گرفت. این ماده 26 برابر کشنده تر از سیانور است و اگر با آن تماس پیدا کنید، ابتدا از چشمهایتان اشک می آید. استفراغ می کنید، ادرار می کنید، مدفوع می کنید و بعد دچار تشنج می شوید و در عرض 10 دقیقه می میرید. شماره 4، ریزین. این ماده شیمیایی کشنده که از دانه سمی به ظاهر بی خطر کرچک به دست می آید، یک زمان راهی به درون نامه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما پیدا کرد. مشکل حداقل برای بسیاری از ما این است که این سم می تواند بدون سختی چندانی از دانه استخراج شود. با استفاده از گوگل شما می توانید با انجام چند دستورالعمل ساده این کار را انجام دهید. اگر میزانی به اندازه نصف یک دانه شن از این ماده خوردید یا استنشاق شود، همه چیز تمام است. اگر خورده شود، تأثیرات آن بعد از 10 ساعت بروز پیدا می کند. شما دچار اسهال و استفراغ و تشنج می شوید و بعد از اینکه کبد، طحال و کلیه های شما از کار افتاد، می میرید. شماره 3، جیوه. جیوه به طور طبیعی در هوا، آب و خاک وجود دارد، اما هنگامی که درون ماهی تولید می شود و به متیل کربن تبدیل می شود، بسیار خطرناک است. این شیوه ایست که معمولا انسان ها با آن مسموم می شود. همچنین در فلزات نیز یافت می شود و از این راه می تواند به درون ما راه یابد. در رتبه بالایی در این ریسک قرار دارد، چرا که میزان اندکی از آن می تواند کشنده باشد. اگر نباشد، می تواند مانند یک کابوس بد وارد مو و دندان های کودکان شود. همچنین باعث مرگ می شود. همانطور که خانواده یک دانشمند بریتانیایی در سال 1996 کشف کردند، هنگامی که او با این ماده کار می‌کرد، تمام اقدامات ایمنی را به درستی انجام می‌داد، اما هنگامی که دو قطره کوچک بر روی دستکش‌های او افتاد، محکوم به فنا شد. او خیلی آن را جدی نگرفت، دستکش‌های محافظتی را پوشید، اما در طی چند هفته از اختلالات عصبی رنج برد. بعد از آن او وارد کما شد و مرد. هنگامی که او قبل از رفتن به کما در حال زجر کشیدن بود، دوست او از دکتر پرسید که آیا او از این موضوع رنج میبرد؟ دکتر به او گفت که مغز او حتی قادر به تشخیص درد نیست. شماره 2، زهر وزغ. قوی ترین نوع این زهر را قورباغه سمی طلایی دارد که به عنوان سمی ترین جانور بر روی زمین شناخته می شود و همچنین با عنوان قورباغه نیزه طلایی نیز شناخته می شود و حدود 1 میلی گرم از این زهر را حمل می کند که برای کشتن 10 تا 20 انسان کافی است. این یعنی این قورباغه کوچک با ظاهری دوستانه می تواند یک فیل را از پا در بیاورد. این جانور به این دلیل قورباغه نیزه‌ای نام گرفته که ساکنین جنگل‌های بارانی کولومبیا ته‌نیزه‌های خود را برای شکار یا محافظت از خود به زهر این قورباغه آغشته می‌کنند. درست مانند فیلم‌ها، اگر به انسان اصابت کند، مانند مشتی که ترتیبش داده شده، به زمین می‌افتد. شواهد چندانی در رابطه با تأثیر آن بر روی انسان وجود ندارد، اما هنگامی که از بومیان در رابطه با نیزه‌های کشنده سوال شد، آنها به دانشمندان غربی گفتند که فلج شدن به اندازه‌ای آنی است که هنگامی که به پرندگان اصابت می‌کنند، از آسمان سقوط می‌کنند. شماره 1، سم بوتولینوم. شهرت این سم به این سبب است که برای جوانتر نشان دادن افراد پیر از آن استفاده می شود و در چیزی که ما به عنوان بوتاکس می شناسیم به کار می رود. این سم که 40 میلیون بار قوی تر از سیانور است، می تواند در حجم 80 نانوگرم،
یعنی 2,000,000 گرم یک انسان را بکشد. ابتدا صورت شما فلج می شود و بعد اندامهای بیرونی و سپس ارگانهای تنفسی شما. متاسفانه همونطور که در ابتدا دیدیم این سم می تواند در غذاهای کنسرو شده ظاهر شود. با اینکه شیوع بوتولیسم بسیار نادر است، چند ماه بعد یک شخص از شمال کالیفرنیا به طرفدار سس پنیر از کالیفرنیا پیوست. این دفعه سس پنیر یک زن را کشته بود که رسماً بعد از بهبود از بیمارستان مرخص شده بود. این سم بی بو و بی رنگ است. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.